امروز رفتیم به فرهنگسرای نیاوران. چند وقتی بود که نرفته بودم، دلم برای فضای فرهنگسرای نیاوران تنگ شده بود. امروز به دعوت مؤسسه جهانی نوروز به بهانه روز جهانی صلح مراسمی بود، رونمایی بود از پیکان زرین آرش کمانگیر. رفتیم به این مراسم به دعوت مؤسسه جهانی نوروز. در این همایش یا نشست دوستانی مشغول سخن شدند در مورد صلح، اما از همه چیز مهمتر همین رونمایی از آرش کمانگیر و پرداختن به ماجرای آرش کمانگیر بوده. سخنرانان جلسه خصوصا آقای دکتر باوند به خوبی از عهده توضیح در مورد داستان آرش یا افسانه آرش کمانگیر برآمد. آقای اسلامی رئیس فرهنگسرای نیاوران هم سخنانی ایراد کرده و همینطور آقای امیر عبدیپور در واقع مدیر مؤسسه جهانی نوروز هستند. ایشون هم بانی این همایش بودند و نقالی شده بود ماجرای آرش کمانگیر به خوبی. جلسه خوبی بوده. به همین منظور برای توضیحات بیشتر از آقای امیر عبدیپور، بنیانگذار و دبیر کل مؤسسه جهانی نوروز دعوت کردیم که توضیحات بیشتری به ما بدن راجع به مراسم امروز. خیلی خوش آمدید آقای عبدیپور. ممکنه بفرمایید چی شد که شما چنین برنامه‌ای رو تدارک دیدید، اونم روز جهانی صلح برگزار کردید؟ خیلی متشکرم. ضمن تقدیر از جناب عالی و همه همکاران، بحث موضوع فرهنگ و نگاه نمادین آرش کمانگیر بر این پیکانی که ما به صورت مزین به طلا و جواهر هم این رو ساختیم، یک نمادی است برای اینکه یک آواز هنری رو در قالب نشان دادن اسطوره‌ها در کنار تمامی آرمان‌های خودشون که نمادهای اونها هم صلح آفرینه. آنگاه که جناب آرش کمانگیر این پیکانشون رو رها کردند، خیلی ها ناامید بودن از اینکه این پیکان تا چه مسافتی رو طی خواهد کرد، اما همگان دیدن که به مقدار بسیار وسیعی کشور ایران رو به قدری عمیق‌تر در نوردید که تمام اون سوی دریای آمون نشست و این پیامی داشت برای جهان که آرش ها همچنان زنده اند و شما فکر نکنید که ایران ناتوان است. به نگاه اون پیکان سابق، امروز هم میتوانیم به صورت‌های افسانه‌ای تکرار کنیم، اما تیر ما صلح آفرین است. تیر ما تروری درش وجود ندارد. ما جانمون رو بر پای حفظ از قلمرو سرزمین خودمون میدیم، اما پیام ما همیشه صلح و محبت بود، حتی با این شلیک. چون این پیکان در تمام تاریخ به صورتی که آرش کمانگیر رو در کتاب مقدس اوستا اونقدر عظیم تجلیل کرده که میتواند بزرگترین قدرت حماسی رو تایید کرده باشه که ما ایرانیان حتی در میدان جنگ در برابر دشمن ایستادگی ها و اسطوره های ما با صلح به وجود آوردن حرکاتشون و همین تیراندازیشون جامعه جهانی رو از بلای جنگ دور میکنه. ما نماد صلح رو در روز جهانی صلح به جهان نشون دادیم. صلح در زبان نیست، در یک عمل به واقعیت پیوسته است. این پیکان آرش کمانگیر برای جهان این پیام رو داشت که زیرکانه تمام وجود ایرانیان خردمندانه در همه عرصه ها حتی در میدان سخت‌ترین لحظات میتوانن عمل کنن. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از توضیح شما که انقدر شیرین و انقدر گویا و انقدر خوب بیان شده. خیلی سپاسگزارم. ممنونم از جناب عالی. متشکرم از شما. در این قسمت نگاهی میاندازیم به چند
مطلب که سر صفحه به دست من رسیده. اولیش این که یک بشکه آب انار میتواند حدود 15 برابر نفت ارزآوری داشته باشد. این مطلب را آقای مهرداد شمس مولوی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان آب میوه و کنسانتره ایران اعلام کرده. ایشون گفته که در 4 ماهه اول امسال حدود 38 میلیون دلار آب میوه و کنسانتره به کشورهای پاکستان، ترکیه، افغانستان، روسیه و مقداری هم به آلمان صادر شده. ایشون تاکید کرده که در ایران پتانسیل صادرات و ارزآوری بسیار بالایی در زمینه آب میوه و کنسانتره وجود دارد. اما ایشون اشاره نکرده که بسیاری از این ارزهای حاصل از صادرات به کشور بر نمیگرده و همین موجب میشه که قیمت ارز در ایران در بازارها روز به روز بالاتر بره. امروز هم بالا رفته. هر دلار آمریکا 26900 تومان و هر یورو 31800 تومان. قیمت سکه طلا امروز خیلی بالا رفته. هر قطعه سکه طلا تا 13,500,000 تومان تا نزدیک 14 میلیون تومان هم خرید و فروش شده، به طوری که در کف بازار قیمت عمده فروشیش 13,211,000 تومان بوده و هر دیجی گولد طلای 18 عیار هم امروز 12,523 تومان قیمت گرفته. غیر از این موارد شاخص کل بورس تهران هم امروز 47,247 واحد کاهش داشته و وقتی که ارز یارانه‌ای حذف شده موجب شده که هر بسته کره 100 گرمی از 4800 تومان به 8000 تومان افزایش پیدا بکنه و تخم مرغ هم به خاطر نابسامانی در بازار نهادهای این محصول که با ارز ارزان وارد می شدن به شانه 38000 تومان برسه. قیمت ها بالا میره. همینطور بی دلیل و با دلیل، البته اکثرا با دلیل هست. در بلاروس هم کارها بالا گرفته. اعتراضات مرتبا ادامه داره و زنان میداندار اعتراضات هستند. بلاروس آخرین دیکتاتوری در اروپاست. داره این بار این آقای امپراتور واقعا پایه‌هاش می‌لرزه، آقای لوکاشنکو. اعتراضات دستبردار نیستن. اونها در این اعتراضات روزهای اخیر صدها زن معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو دستگیر کردن. اونها یعنی پلیس بلاروس مادر بزرگ 73 ساله بلاروسی رو که در 6 هفته اخیر به نماد اعتراضات تبدیل شده بود رو نیز بازداشت کردن. یاد شعری از نظامی گنجوی میفتیم که این پلیس های بلاروس که این طور زنان را دستگیر می کنند، رتل زنان دخل ولایت برند، پیر زنان را به جنایت برند. و شاید بردن به زندان یک زن 73 ساله برای پلیس بلاروس چندان زیبا نباشه، چندان افتخارآمیز نباشه و این شعر نظامی گنجوی رو مجدداً به یاد ما آورده. و حالا نگاهی میاندازیم به یادداشتی از آقای دکتر سید مصطفی تاج‌زاده تحت عنوان در دفاع از گفتگو. آقای تاج‌زاده در دفاع از گفتگو نوشته است: باور کردنی است که 20 سال پس از اشغال نظامی افغانستان نمایندگان کاخ سفید با طالبان در حال مذاکره هستند. او پرسیده است مگر همین روند در سوریه دیده نمی شود؟ و اضافه کرده است که آیا یمن و لیبی و حتی مصر در تحلیل نهایی چاره جز گفتگوهای ملی و سهیم شدن همگان در قدرت دارند اگر امنیت و توسعه پایدار می خواهند؟ در انتهای این قسمت پرسیده است چرا ما ایرانیان قبل از ویرانی ایران به گفتگو ننشینیم و به جای عبرت شدن الگوی دیگران نشویم؟ هرچه جلوتر میاییم از زمانی که کرونا
ظهور پیدا کرده. ما پیش از کرونا هم مشکلات عدیده داشتیم، اما پس از کرونا هرچی جلوتر میاییم اوضاع کسب و کار، اوضاع کسانی که به کسب و کار مشغولند واقعا داره به جاهای باریک میکشه. بعضی از کسب و کارها به طور کلی راکت شده، مانده، ساکت شده و هیچ حرکتی نمیتونه بکنه و کسب و کارهای دیگر هم خیلی خیلی با توان اندکشون دارن به کارشون ادامه میدن، اما نمیتوانند تعهداتشون رو پرداخت بکنن به بانک ها و به مردم و نمیتوانند کالاها رو که خریداری کردن رو به فروش برسنن به خاطر تغییراتی که در قیمت ها و دیگر مسائل پیش میاد. برای همین وضعیت کسب و کار در ایران، عموما در جهان البته همینطور هست، اما در ایران خصوصا، ما در برنامه پیشین در یکی از برنامه ها از خانم دکتر سحر سلمان که مدیریت آکادمی کسب و کار و همینطور مدیریت باشگاه توسعه کسب و کار رو دارن دعوت کرده بودیم که به این موضوع بپردازیم. در اون برنامه مختصرا اشاره کرده بودیم به این موضوع و رسیده بودیم به مثلث رشد فردی در کسب و کار. اما خارج از همه این مسائل، خانم دکتر سلمان، ضمن اینکه خوش آمد میگیم به شما، میخوام بپرسیم واقعا اوضاع کسب و کار به کجا کشیده میشه؟ هم تحریم داریم، بله. هم کرونا داریم، بله. هم رکود داریم، بله. هم اصلا گرانی داریم، بله. همه اینا رو داریم، هم قوانین دست و پاگیر عجیب و غریب دولتی و غیر دولتی، بله. همه اینا حاکمه. من یه سلامی عرض بکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. متشکرم از دعوت شما، ممنون که امروز در خدمت شما آقای دکتر ایرج جمشیدی محترم هستیم. شرایط سختی، کاملا با صحبتتون موافقم. کرونا هست، تحریم هست، همه چیز سخت هست، ولی چه کنیم؟ چه اتفاقی میتونه بیفته که بتونیم خودمون رو تو این شرایط نگه داریم، خودمون رو حفظ بکنیم؟ من همیشه به همه میگم شرایط سخته، تو این شرایط قرار نیست خیلی پله های ترقی رو طی بکنیم. همین که جایگاهمون رو حفظ بکنیم و تو این شرایط بمونیم بهترین حالتیه که میتونیم داشته باشیم. حالا باید چیکار بکنیم آقای دکتر که این شرایطمون رو حفظ بکنیم؟ الان با وجود ویروس کرونا که تو کل دنیا هست، چه اتفاقی برای کسب و کارها داره میفته آقای دکتر؟ کسب و کارها دارن یواش یواش از دور خارج میشن، چون ورود و تردد داره بر مردم سخت میشه، داره این امکانو به مردم میده که خریدهای حضوری یواش یواش از بین بره و خریدهای حضوری داره هر روز کم و کمتر میشه. خود من هر خرید داشته باشم 100% آنلاین خریدامو انجام میدم که نخوام در پاساژ یا محیط‌های بیرون حضور داشته باشم. پیشنهاد ما، یک پیشنهاد اساسی و یک نکته اساسی اینه که آقای دکتر کسب و کارها رو به سمت آنلاین شدن هدایت بکنیم. کسب و کارهایی که وارد آنلاین شدن جایگاه خودشون رو حفظ کردن، ولی کسب و کارهایی که هنوز فکر نکردن باید از آفلاین به آنلاین برسن، ممکنه دیگه نتونن کسب و کاری مثل قبل داشته باشن. خیلی متشکرم. پس در این صورت یکی از میشه یکی از مواردی که میتونن خودشون رو نگه دارن یا تعادلشون حفظ بکنن، به نظر شما انتقال از کسب و کار سنتی به کسب و کار دیجیتاله؟ بله. خب خانم سلمان، بفرمایید که این پیشنهادتون برای وضعیت فعلی است یا به طور کلی جهان داره به این سمت حرکت میکنه، چه کرونا باشه چه کرونا نباشه؟ دقیقاً آقای دکتر، الان در کل دنیا به غیر از ایران تمام به سمت آنلاین شدن رفتن. ما همیشه 5 سال از کل دنیا عقب هستیم. 5 سال هست که تمام کسب و کارها در کل دنیا آنلاین شدن. اگر شما نگاه بکنید بعد از وجود ویروس کرونا، برند نایک و آدیداس، اونهایی که آنلاین بودن موفق شدن و فروش بیشتری داشتن، و اونهایی که آنلاین نبودن و وارد این عرصه آنلاین شدن نشده بودن، با شکست مواجه شدن. ما چه ویروس کرونا رو داشته باشیم چه نداشته باشیم، دنیا به سمت آنلاین شدن داره میره، به سمت دیجیتال شدن داره میره. یعنی مستلزم هر کسب و کاری وجود فضای آنلاین هستش. موفقیت در هر کسب و کاری آنلاین شدن اون کسب و کار هستش. خیلی
سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از این توضیحی که فرمودید و امیدواریم در زمینه آنلاین هم حتماً. از تجربیات شما و از کاری که دارین تدریس می‌کنید. خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم از دعوتتون.